قوی ترین مردان شنیده بودیم که تو بک استیجش دعوا زیاد میشه. الانم تو این مسری جدیدم دعوا شد، بینشون دعوا میشه. اصلا چرا دعوا میشه بینشون؟ آیدین خطایی، محمد محمدی. آیدین خطایی کی بود؟ رضا قرایی، مهراب فاطمی. مادر اومد یه چک آبدار بهم زد. قشنگم یادم اومد کنم بینی بینی من یه خونی چیزی اومد. خب باشگاه چرا نمیری؟ معتاد شدی؟ قهوه خونه میری؟ سلام و عرض ادب در خدمت آقا پیمان ماهیپور هستیم، یک قوی ترین مرد ایران. خیلی مخلصیم. سلام، مخلصیم. خیلی خوشحالم در خدمتتونم. ارادت دارم. از آقا پیمان چه انقدر درشتی؟ تو کلیپا واقعا آقا پیمان انقدر به خودی نیست. بچه خیلی درشتی نمکنم. من چقدر کوچولو هم کنارش. عزیز. شما چرا تو کلیپا واقعا کوچیکتری؟ درست بهتون گفتن تا حالا؟ چون حالا بر اساس اینکه یه خورده ترکیه قد بلندم، دستان بلنده نسبت به ژنتیکم، شاید تو کلیپ های خورده وزنم کمتر دیدم. آره. الان چند کیلویید؟ فکر کنم دیگه الان دقیق 160 باشه. 160 کیلو. قدتون؟ 1.90. ماشاءالله. شما 1.90 در 160 رو تجسم کنید. این دقیقا شبیه چی میشه؟ این هالکایی که هستن که تو باشگاه ها میزن دقیقا همونه. هزار ماشاءالله. خیلی مخصوصا آقا پیمان، حالا جدا از همین داستان ها، خب شما با این قد و هیبتتون تو خیابون مثلا دارم حالا همه شما رو میشناسن، ولی حالا شده مثلا دعوا کنید یا بخواین از هیکلتون سوء استفاده کنید تو چیزی؟ خب این شاید مال خیلی از افرادی که تو مثلا رشته ما از این قهرمان شدن برگرده به دوران خب سن پایین ترشون. آره. بالاخره هر کسی یه چالش هایی داشته. ولی خب از موقعی که بالاخره خداوند یه اسمی به ما اسمی داد و بالاخره باید اون ظرفیتش هم باشه دیگه. ولی خب ناخودآگاه خیلی از مواقع میبینی از ماشین میخوایم پیاده شیم یه افسری جلومونو میگیره یا همون از راه دور میگه برو. یا مثلا من با خانواده پارک بودیم دیر وقت خود میخواستیم بیان خونه، گشت اومد از دور تا منو دید گفت آقا هیچی برو. شناخت دارم. آره. اکثرا این همچین حالتی میشه. یا مثلا میبینی بعضی موقع ماشین پیاده میشه یکی رد میشه آقا ما خیلی مخلصیم مثلا یا همچین حالتایی. ولی خب بالاخره اندازه‌ای که خداوند بهت شهرت میده، قد میده، وزن میده و بهت سلامتی میده و ظرفیت هم داشته باشی. آب ایمان، کلا برخورد مردم با شما تو خیابون چجوریه؟ خب ما دو تا قشر هستن دیگه، یکی که خب همزبونای ما هستن که واقعا رفتار و اون برخوردشون یه حالت احساسیه. خیلی میرن تو بحث احساسی و دیگه ما رو شرمنده میکنن. من واقعا شرمنده شون میشم دستوس تک تکشون. مردم عادی هم خب میبینن ماشاءالله میگن و اکثرا سوال میپرسن آقا امسال مردان این هست یا آقا فلان مسابقه فلان رکورد رو زدی مثلا خارج انگلیسی رو روش رو کرد. اینا اکثرا تو یاد همه هست. هستش. یا مثلا نمیدونم خوبه از حق مردم دفاع میکنی مثلا مردمی هست. این اکثرا میگن برخورده در همین حد خوبه. آره خیلی شرمنده میکنن بیشتر، مخصوصا آذری زبان ها، ترک زبان ها و مخصوصا افرادی که بالاخره به این رشته علاقه دارن. آقا پیمان، کلن دقیقا فصل فرمایشاتتون گفتید قوی ترین مردان، ما شنیده بودیم که تو بک استیجش دعوا زیاد میشه، فیلماش اومد بیرون، الانم تو این مسری جدیدم دعوا شد، بینشون دعوا میشه. اصلا چرا دعوا میشه بینشون؟ ببین شما تو کشتی هم بری دقت کنی دعوا میشه، تو فوتبالش اصلا تو هر بازی هزار تا برخورد میشه. این بحث این که این ورزشو خیلی زوم میکنن روش، اون بحث اون یه خود هیبت و اون بحثشونه که حالا یارو برایش تو ذهن چالش وجود این دوتا گنده به هم بخورن چی یه همچین حالاتی میشه. ولی شاید تو این مثلا قاب قوی ترین مردان، مردان آهنین یا تو این بستر شاید خیلی کمتر از جای دیگه باشه. یک دوتا جرقه سابق بوده که اینا رو خوب بالاخره یه خود شهره کرده. ولی خب تو نسل جدید بچه‌های ما حالا نسل قدیم هم اینطور بودا، اون بحث شیطنت خیلی از خبرنگارا یا بحث‌های رسانه‌ای خیلی دخیل بوده. تو نسل جدید با ورود حاج محمد آقای قره‌چولو
خدای نصیزاده که بالاخره تو فدراسیون هستن، مخصوصا خود آقای قرشولی که بندم به عنوان دبیر کل در خدمتشون هستم، ما شروع به فرهنگ سازی کردیم. یعنی بچه ها رو به بالا رفتن فرهنگ کردن. ما تو مردان آهنین امسال سال 1408 که برگزار شد، اصلا من یادم نمیاد هرچی فکر میکنم حتی در حد یک بحث سال. شاید یکی دو جا یارو اومده اعتراض کرده ورشو که این امتیاز من بالا پایین شده، اینو درست میکنید، همه چیز خوب. ولی خب سال 97 هم که من اونجا بالاخره رقابت و سنگینی هم داشتیم، چیزی من یادم نمیاد. شاید تو بعضی از مسابقات تو سالن مسابقات کشوری یه اعتراضاتی بشه که خب ببینید تو فوتبال کنار زمین مربی داد میزنه، همه چی میکوبه زمین، ببخشید بارا شده بازیکن داور رو هول میده، نمیدونم ورزشکار نمیدونم تماشاچی میاد واسه زمین. ما نسبت به کشتی، فوتبال، ورزش‌های دیگه، ورزش‌های رزمی اصلا شاید هنجارمون یک از ده باشه. ولی خب اون بحث شیطنت رسانه‌ای رو باید بیایم کنار، این بحث اینکه اینو شناخته شدن، مردم دید ویژه دارن. آره مردم علاقه دارن، دید ویژه دارن، بالاخره منتخب ترین برنامه تلویزیون همیشه. چون دید ویژه دارن و اون انتظار مردم یه خورده بالاست، اون از 10 تا یه دونه هم می‌بینی طرف 20 تا دیکته نوشته غلطی نداره، طرف 2000 خط دیکته نوشته 20 تا غلط داره، خب خیلی فرقشه. می‌دونی آب ما یه سال دیگه هم امسال قبول دارید یه ذره استقبال مردم از قوی‌ترین مردان ضعیف بود نسبت به سال‌های پیش یا نه؟ ببینید کارگردان و تهیه کننده برنامه رو رفیق خوب ما بود، حالا به خاطر اون سیاست‌های کلی صدا و سیما شاید تغییراتی تو اجرا بود که از باید من نظرم باید از دو تا داور که حالا قرار من باشم آقا مهراب باشه حاج محمود آقای قرشولی باشه باید بیشتر استفاده می‌شد تو تصویر، اینا کمرنگ‌تر شدن به خاطر همون سیاست‌های کلی صدا و سیما. حالا دلیلش من نمی‌دونم که حالا شاید احتمالاً به صلاح بود سال اول که بیان بندازن رو ریل قطار رو بره. آخه مثلا قدیما آقا پیمان مثلا ما یادمونه دیگه مثلا عیدمون مثلا بهش قوی ترین مردان بود، هر کاراکتری توی قوی ترین مردان یک این شخصیت سریال بود، هر کی کاراکتری داشت. ولی امسال یکی از دلایلش حالا به نظر خود من که اصلا کوچیک همه هستم این بود که خیلی زود قهرمان رسانه‌ایشو لو رفت، همه گفتن رضا قیدسی اول میشه، خبری زودتر اومد بیرون. میدونی چه جوریه، من یادم سال خب سال 94 ما مردان پولادین داشتیم. بله یادم مردان پولادین برگزار شد، خب مثلا خدا شکر اون سال مثلا ما اول شد. یه دونه تیتر انقدی تو روزنامه یه گوشش زده بودن، خب که اصلا شاید از هزار تا مخاطب اون روزنامه شاید یه نفر، حالا بقیه که بکنن. آفه ما 18 ساله بود اول ایران شدی؟ نه حالا اونجا نه 94 شما چند ساله بود؟ 18 ساله؟ 94 نه من 26 ساله 26 تو نه شاید هم نه من از 92 کشور آقا 66 نه 92 هم ولی ما قهرمان کشور شدم. خب متعلق 66 من آره 26 میشه 10 سال کم 10 سال کم شد. ولی خب آره ولی خب میدونی چه جوریه، شما وقتی می کشتی هم برگزار میکنی مسابقه شو وسط مسابقه تا بره صحنه آهسته یا یه چیزای کم و زیاد بشه، دوره های قبل خب فرقش این بود که یه خورده اولا فضای مجازی نبود به این شکل نبود، ما دیگه از سال 88 و 90 و اینا دیگه کم کم شروع شد به مجازی نبود، بچه‌ها هم بالاخره اینجا ببخشید ما خیلی سعی کردیم که وقتی نفر اول اعلام شد همه سکرت باشن، هیچکی چی نگه، خب بالاخره نمیتونیم جلوی همشهری اون عزیزو بگیم یا جلوی همشهری منو بگیم، بالاخره تو فلان استان مثلا تو همدان تو کبوترهنگ همه برای رضا قدسی تبریک گذاشته، خب ما نمیتونیم جلوی پسرم اینو بگیریم، خب همه میدیدن پخش میشد، بالاخره اینو فهمیدم. خب فضای مجازی میخوام بهتون میگم که چرا قدرت فضای مجازی زیاده که خب از صدا و سیما پیشی گرفت و این ما هر چقدر خواستیم رو سکرت نگه داریم بالاخره خب پدر طرف زنگ میزنه میگه چی شد خدا شو گفت شد نمیدونه پدرش کن، اون میره به پسرموش میگه، اون میره به همشهریاش میگه، بالاخره میپیچه
یه خورده آره، من نظرم اینه که پیش بینید باید چیز نمیشد، خیلی سیکرت میشد، باید لحاظ بشه سالهای بعد اینا، این خیلی مهمه. من خودم نظرسنجی میذاشتم، میدیدم که تو جواب نظرسنجی اکثرا میدونستم، میومدم میگفتم. یه خوردم تو ساخت برنامه‌ام جوری بود که بالاخره کارگردان برنامه نسبت به اون سیاست‌های کلی صدا و سیما یا اون شبکه ورزش و شبکه سه سیما اومدن یه چیزایی لحاظ کردن، یه جاهایی استاپ میکردن، یه جایی ورزشگاه میخواست شروع کنه میرفت صحنه آهسته آه. یا حواشی رو برده بودن سمت احساسی. باری کلخواه اینو بگم آه. من یه صحنه مثلا سکانس میدم قوی تای مردم بغلم میشستم و یکی میگفت یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و بابا جان خیلی خفنه ها، واقعا دارم میگم این جسه این عزیزان درشته دلشون انقدره. آقا پیمان من چون جداگونه الان فکر کنم یه 7 8 سالی است که با هم یه دوستی داریم، البته به ما لطف دارن همیشه، واقعا دلشون انقدره. ولی خب یه ذره اون وجهه مثلا میاد با هم یه توپ دارم خب قلقلی نمیدونی خب... کارگردان ما آقای رضا نصیری بود. آره هم کارگردان تهیه کننده تهمتن. ببینید چون یه حالت چجوری بگم، اون مقبولیتی که تو صدا سیما دهه 90 و 80 داشت اب به این رفته بود، منم بهشون حق میدم و طبق اون باز الگوریتم و سیاست های صدا سیما ایشون اومد سمت انداختن این قطار و واگنش رو ریل که بیاد نظر مثلا مسئولین صدا سیما و اون بالادستی ها جلب کنه که بگه این افراد این نسل اصلا جدای اون بحث ببخشید تریپای لاتی و البته لاتی که من میگم لوتی صفت ها اون بحث اون شرارتی و اینا لات اسم قشنگه لوتی میاد بحث اون چیزی که بیرون از فرهنگ ورزشه اون حواشی که بالاخره یه دونه من نظر من مشکل ایجاد میکنه برای بیننده، برای کسی که باید الگو برداری کنه، یا هنجاره خواست اونو یه کوچولو میگن سفید کنه، خواست بچه قوی تن مردان سفید کنه، سفید هستن از نظر عموم سفید کنه. حالا ما یه خورده شاید سنگ خوردیم، شاید خیلی اومدن کامنت های خوبی نگرفتیم، ولی خب به نظر... برای شروع باید یه ذره اینجا به نظر شما محسن مصنوعاتی که کارمنده رفیق ماست، زن و بچه داره، دختر داره، پدر خانواده، کسی که داره قیافه اینو میبینه شاید فکر کنه ایشون چهرهش به آدم خیلی مثلا اشراری میخوره، ولی باید نه این... خیلی مهربونه. خب شما اونجا فهمیدی، خب قبل اون فکر میکردی اینقدر مهربون باشه، قبل اون فکر میکردی مثلا امیر سهرابی اینقدر مهربون باشه، قبل اون فکر میکردی رضا قیطاسی مثلا زنگ بزنه به دخترش مثلا دلش بلرزه بابا چی میخواد. میدونی شاید لازمه کار بوده، من نظرم اینه برای سال اول سیاست خوبی بود، شاید اگه اونجوری که شما ذهنت خیلی پرچالش و خیلی یه بار یه حاشیه میشد، من حس میکنم این قطاره از ریل که خارج میشد هیچی تو مسیرش هم ادامه پیدا نمیکرد. خب عمو پیمان یه چالش هم با هم دیگه بریم که خیلی جدی این روزا ترند شده. من اسم چند تا عزیز رو میگم، شما بین اینا یه نفر انتخاب میکنید و ببینیم که آخر سر به کی میرسیم. اوکی بره بره. آیدین خطایی، محمد محمدی. آیدین خطایی کی بود؟ الهاز ورزشی یا کلن شما کدوم انتخاب میکنی؟ محمد محمدی، آیدین خطایی. انتخاب سختی، آیدین رفیقمون، آقای محمدی هم مونده. بذار من آیدین انتخاب کنم. آیدین خطایی. آیدین خطایی، محسن مسنوادی. محسن مسنوادی. محسن مسنوادی یا فرزاد موساخانی. ببین اگه در دوران قدیم حساب کنی فرزاد اولین کسی بود به لیفت 400 رسید. انتخاب کن. همه هم میدونن شاید آقای موساخانی تو ورزش ما دو نفر قبول داشته باشه. به ما همیشه لطف داشته، من باش خیلی گرم. لحاظ ژنتیکی فرزاد موساخانی. موساخانی موندش. خب فرزاد موساخانی یا رضا قیطاسی؟ فرزاد موساخانی، رضا رو خیلی دوست دارم. تا
فرزاد موساخانی؟ بله فرزاد موساخانی. رضا رو خیلی دوست دارم، رضا خیلی قویه، ولی خب میدونیم ما داریم در مورد انگار داریم انتخاب می‌کنیم طارمی و علیدایی. آره. مثلا علیدایی حالا طارمی و کریم باقری می‌دونی. خب فرزاد موساخانی، مسلم دارابی. فرزاد موساخانی. فرزاد موساخانی، علی اسماعیلی. فرزاد موساخانی. فرزاد موساخانی، رولا داداشی. از چه لحاظ؟ بین این دو عزیز شما یه نفر انتخاب میکنیم برسی فینال. کاش بدونم این مثلا شما لحاظ ورزشی اجتماعی همه به هم خواهی نمره بدی، ورزشی رو حساب کن، شخصیتی، اجتماعی، همه چی نمره میدی شما دیگه. ببین اونی که هست میشه بنا نیست بد باشه. رولا داداش خوب و خوبتر. رولا داداشی چه سخت بود ازش بگیرم من اینو. خب رولا داداشی الان سخت ها شروع شد تازه. رولا داداشی، آقا مهدی فاطمی. رولا داداشی. رولا داداشی، مشتبه ملکی. مشتبه رو خیلی دوست دارم، خیلی رای. رولا داداشی. رولا داداشی، حسین فاطمی. حسین هم که بابا دامار چخ از ساره دیدی تا. رولا داداشی. رولا داداشی، رضا قرایی. رضا قرایی. رضا قرایی، مهراب فاطمی. نه رضا قرایی، آره مهراب فاطمی. نمیتونم اینو بگم. باید بگی یکشو. نمیشه. یکشو باید بگی. ببین آخه بذارید اینو من نتونم بگم. هر دو ابر اسطوران، کسی ناراحت نمیشه. ببین. شما توی چالشی هستی. من چون لیفترم. آها. من چون لیفترم. و شاید مثلا آقا مهراب خود لیفترتر بود. خب اگه تو بحث پاور لیفتینگ هم بیایم ورود کنیم، یه امتیاز بیشتر آقا مهراب داره. ولی تو قوی ترین مردان مثلا بهشون امتیاز مساوی میدم. خب امتیاز مساوی میدم. آره مهراب فاطمی. آقا مهراب اسطوره است. خب مهراب خب. ولی خب من نمی من نظرم رو جفتشون. باشه. هر دو عزیز. رضا قرعه مهراب فاطمی مونده. آقا هر دو عزیز اول شدن. من دیگه چیزی گوشه یه ببین من تو سوال کوچولو هم بپرسم که الان ایمان جان بیاد و چیز کنه. آقا پیمان تبریک هم میگم، دیروز تولد همسرتون بود، استوری کردید و اصلا کلی کارهای عاشقانه و خوشگل. تبریک میگم، ان شاءالله که عشقتون پایدار باشه و در کنار هم دیگه و کوچولای عزیزتون خوشبخت باشید همیشه. عاشق شدید؟ آره دیگه. چجوری شد؟ دیگه یه آدم 160 کیلو عشقش چجوریه؟ برمیگرده به دیگه اون اوایل دهه 90 و بالاخره خب همون در یه نگاه و در یه نگاه. آها فامیل نبودن؟ آشنا نبودن؟ حالا دیگه فامیل نبودن نه. ولی در یه نگاه عاشق شدید؟ آره دیگه. آدم دیدی مثلا یه معیارای ظاهری همیشه تو ذهنشه، همیشه با خودش همراهه. آره، اون یه دفعه تو یه نفر میبینی. بابا پیمان تو خونه مهربونی، سر به زیری یا نه؟ بعض ما در مصادره از زیر میشی. آره از شعوریه. بالا تو خونه خورده من شرمنده خانواده هم، یه کوچولو گاهی عصبی هم اللحاظ مشغله. میده با فکر زیاد میام تو خونه، اون لحظه دوست دارم مثلا سکوت باشه. یه لحظه میبینی پویا میپرد کرده، میبینی دخترم پاها با انداخته تو دهنش، اینجا رو داره گاز میگیره. بذار ببینید پویان تون تون سوال میکنه بابا 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 این اینو ببین اینو ببینم اینو ببین بابا پی اس فور ببین اینو باز. بعد همون وسط دفعه خانمم رد میشه، داره میام یه چیزی یه دار تعریف میکنه، بعد میمونم لای سه نفر. بعد اون لحظه مثلا خودم رو باید کنترل کنم، بعد صورتم خندون نشون بدم. میبینی مثلا از 10-20 تو زیبا یه دونه در میریم بس. بابا یه خود بذار استراحت کنم، من حال ندارم. یه نیم ساعت من اینجا یه چرت بزنم. همینجوری میگن ساعت... داد میزنی؟ نه داد که نداریم. آره. که بابا کلن یه... مهربونی هرچی خانمتون بگست دیگه یه جورایی دیگه ها یا نه؟ از خودم خدمتتون که به اینا کن. یه نفر میگه مثلا هرچی خانوم من بگیرم نه حرف حرف منه چلا مثلا یه حالو ظرف میشونه نه من حالو ظرف شستن. حالو ظرف شستن نیستی؟ مثلا تارو دست دارم مثلا یه جارو دستی بکشم و اینا نکردی؟ چرا مثلا یه شرایط خواهد نه آشپزی سالی یه بار هم شاید یه برنج بزنیم مثلا شفت. خب کارهای خونه چی کار میکنی؟ آقا خانومتو میگه آقا چیزای سنگین و اینا دیگه زیر تخت بلند کن. پیمان یخچال رو بلند کن یه دقیقه من زیرش تمیز کنم. میدونی چجوریه واقعا این برمیگرده به اون تربیت خانوادگی. بله. من دروغ نگم، من تو خونه خودمونم که خب مثلا مشوقه هستی
بعدش مادرم بود، ما تو خونه همه جه آماده بود. من یادم مثلا 15-17 سالم اینا بود، یه چند روزی باشگاه نرفتم. بعد میدون تربارس کارم سنگی بود، مادرم اومد یه چک آبدار بهم زد. قشنگم یادم و من تو کنم بینی بینی من یه خونی چیزی اومد. خب باشگاه چرا نمیری؟ معتاد شدی؟ قهوه خونه میری؟ گفتم نه. گفتم ما کارم سنگینه. بعد بهانه آوردم گفتم ساکم پاره است. بعد دیدم رفت و دو سه ساعت بدیم با یه ساک نو اومد. مادرم گفت بیا اینم ساک، چی میخوایی؟ حاجی ما خسته، فکر کنم مثلا شب ساعت 12 میرفتم تا ظهر ساعت 12 1-2 ساعت این وقت 14 ساعت کار میکرد. میام 2 3 ساعت میخوابیدم میرفتم باشگاه، دوباره میمدم 2 3 ساعت میام میرفتم میدون تر. اون موقع سال 84-85 اینجوری. هم ورزش هم سنگین رو شروع کرده بودم و از کشتی اومده بودم مثلا به بدن سازی و هم بدن سازی میرفتم هم کشتی، دیگه اومدم خالص تو بدن سازی و کم کم اسکاتای سنگین، پرسای سنگین، لیفتای سنگین شروع. چند کیلو بودم موقع؟ من 110 کیلو خشک بودم. نه بابا، بدنم تیکه پاره بود از اولش. یعنی کلن از اولش ترکیه خشک بودم، درشت بودم ولی بدن آبداری نداشتم. همین الان حالا ما آقا پیمان تو بک اینجا لخ شدم، واقعا کمر باریکی دارن. خیلی عجیب بود این کمر باریکی. آقا پیمان کودکی سختی داشتی؟ کار میکردی یا نه وضعیتون خوب بود؟ میخوام ببینم پیمان از کجا رسید به یکه جز اول جز خوبای ایران شدش. شاید ببین من خب ما ترک اردبیلیم، پدر مادرم اردبیلیم، من تو جنوب تهران بزرگ شدم، به دنیا اومدیم. البته صادره از اردبیلم ولی خب تهران چشم رو کردم تهران. کدوم قسمت؟ ببین من خزانه بودیم، بعد همون دوربر نازی‌آباد، بعد سمت نعمت‌آباد و عبدالآباد و خانی‌آباد و دیگه تو همون مناطق هم یه مسئولیت های چیز هم دارم، اجتماعی هم داشتم. ولی خب ببینید من دقیق یادمه، فکر کنم سخت‌ترین دوران کودکی شاید میتونم با همه مناظره کنم در موردش. کل بچه‌ای که ورزشکاره، چه پرورش اندام، چه قوی‌ترین مردان، چه پاورلیفت، میتونم باهاشون مناظره کنم در مورد چه سختی‌هایی کشید. چه سختی؟ من 13-14 سالم بود، همزمان تو حوزه دائم کار می‌کردم، درسم می‌خوندم. چه کاری؟ بار نیسان می اومد از مثلا شلیل و هلو، همه رو تنهایی خالی میکرد. 14 می رم درسم می خوندم. بعد چرا اینجوری بودم؟ چون واقعا اون موقع تو اون بره مجبور بودم اینجوری باشم. به پولش خیلی نیاز داشتید؟ هم خودم هم خانوادمون. ببین آدمی نبودیم که بی مسکن باشیم، ما خونه داشتیم. ولی خب من باید کار میکردم. خب باید کار میکردم. حالا طبق مشکلاتی که شاید تو اون بره من برای خانوادم پیش اومده بود، باید کار میکردم. من از 14 سالگی کف میدون تربار کار کردم، روزی 10 ساعت، 15 ساعت، زیر 10 ساعت کار نکردم. هم درس میخوندم، هم بعدها دیگه ببین انقدر به روحی هم برخورد که مثلا چرا من مثلا مدرک بالاتر دیپلم ندارم، شروع کردم مثلا درس‌های آره درسم رو ادامه دادم دیگه. الان هم تا هنوز هم که دارم ادامه میدم. تیکه تیکه بعضی مقطعه به خاطر ورزش نتونستم، دوباره تیکه تیکه هی ادامه دادم، اینا به هم چسبوندم. بعد زمانی که پول میگرفتی چقدر میگرفتی؟ حقوقتون چقدر بود؟ ببین حقوق نبود. من سال دقیقا یادمه 80 بود یا 81-2 بود، اومدم یه کار خودم بکنم. مثلا میگن دلالی تو میدون، از یه جا مثلا 20 تا مثلا 500 کیلو بار میخرم، میذاشتم کیلو مثلا 30 تا 40 تا روش میخوردم. اون موقع مثلا 15000 تومان انگار الان 1 میلیون الان بود، اونها درآمدم بود. به جایی رسید که دیدم تنهایی نمیتونم این کارو بکنم، اومدم توی مجموعه کار کردم. یه دوستایی داشتم همسن و سال، ولی خب بالاخره دستشون به دهنشون میرسید. اما ورزشکارم بودم، روحیاتم با هم سازگار بود، برادران عبادینان بودم، با هم خیلی دوست بودیم. من از سال مثلا 83 اومدم روزی بهت بگم 10 تا تریلی تنهایی خالی میکردم.
نه بابا. بعد دونه ایه اینا، دونه ای مثلا تو خاله میکنی 100 تاش مثلا 3000 تومن میدن اون موقع 82 5000 تومن میدن. بعد من برای خودم کارگر میگرفتم، آها، 3 تا کارگر میگرفتم. من مسئول مجموعه کاری اونجا بودم، 3 تا کارگر میگرفتم، یه شریک دیگه هم داشتم. انقدر با اون 3 تا رو میگفتم تو مسئول ریختن ماشین تو بالایی که خریدن، یکی از بالا میریخت، هیچ کس مثلا باسکول نمیتونست بچینه، سخت بود، از بالا میومدن اینجوری پرت میکردن، باید دونه دونه میچیدی، یه کار خیلی سختیه. بعد تو فکر کن من روزی چند هزار بار خم و راست میشدم اینا رو برمیداشتم میذاشتم این فیلادی، فکر کن چه حالتی میشه. آره، تا سال 88 اینا این ادامه داشت. من 21-22 سالم بود، تو از قدرتی هم شروع کرده بودم و درآمد بالایی هم داشت. آره، درآمد خیلی خوبی داشت، مثلا به پول الان من روزی شاید 10 میلیون در میآوردم، شاید باور نکن. من خونه ساختم به مادر پدرم، خواهرم و شوهر دادم، جایزه دادم، حتی تا جایی که خودم مثلا ازدواج نکردم. حالا برادرم این وسط بنده خدا به رحمت خدا را آره اونم با من بود تو مسئله. ولی دیگه از سال 88 دیگه حس کردم دیگه اون غروره اجازه نمیده. 21-22 سالم بود، ورزشه داشت سنگین میشد، کم کم داشتم رو میومدم، قهرمان میشدم، تهرانی مهرانی مقام برده بودم و کشیدم بیرون از اونجا. مجبور بودم چون راهمو باید جدا میکردم. اومدم بیرون، یه دفتر مثلا مشاوره زدم بیرون، یه کارهای دیگه شروع کردم که دیگه بعداً یه کار ورزشی شد دیگه. ولی خب من هیچ کس اندازه من کار نکرده، هیچ کس اندازه من کار نکرده. همزمان با اینکه اونجا کار میکردم، هم خیلی تیپم قشنگ بود، هم سر و وضعم عالی بود، هم بیرون تو اجتماع خیلی خوب بودم، ماشین خوب میخریدم، سوار میشدم، کار میکردم، پیاده نبودم. آره، هیچ موقع دستم تو جیبم بود، همه رو میخواستم خوب خرج میکردم، مادرم پول میخواست میدادم، به پدرم کمک میکردم شاید تو بعض ما. البته اینا برعکسش هم بودم، مادرم خیلی مقابل من کمک، ولی میخوام اینو بهت بگم که خب حتی من ازدواجم هم خودم انجام دادم، کسی کمکم نکرد آنچنان، خودم خرج ازدواجم رو دادم خودم، یعنی کلن به تمام معنا مستقل بودی. دقیقا. ولی خب چرا این وسط ها مادر پدرم شد؟ بعضی موقع که مثلا شاید دو سه باری مثلا شاید من نیاز به کمک داشتم، یه رد و بدل انجام شد، ولی من آره کاملا مستقل. آقا پیمان دم شما گرم، فدات بشم. الان ایمان جان میاد چند سوال کوچولو میپرسه، ولی ایمان یه ذره چالشی تره دیگه، اذیت کرد بزنش فعلا.